به نام خداوند بخشاینده مهربان. ترجمه فارسی کتاب ریاض الصالحین، باب 40. این که اجرای احکام بر مردم حسب ظاهر است و اسرار و نهانشان با خدا است، چنانچه خداوند در سوره توبه آیه 5 می‌فرماید. ترجمه: پس اگر توبه کردند و نماز را برپا داشتند، زکات را دادند، پس از آنان دست دارند. خب دوستان عزیز، میریم سراغ احادیث. حدیث شماره 390 از ابن عمر رضی الله تعالی عنها روایت است که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود: دستور دارم با مردم بجنگم تا شهادت دهند که معبود بر حق جز یک خدا نیست و محمد رسول خدا است و برپا دارند نماز را و بدهند زکات را. هرگاه این کار را نمودند، حفظ نمودند از من خونها و مالهایشان را مگر به حق اسلام و حساب یعنی نهانشان با خداوند تعالی است. شرح حدیث: این حدیث دلیل است بر این که قبول اعمال به حسب ظاهر بود و حکم به حسب ظاهر صورت می‌گیرد و این که در قبول ایمان و اعتقاد قطعی کفایت می‌کند، همان گونه تکفیر اهل بدعت که به توحید اقرار داشته باشند و به قوانین خدا هم متمسک جواز ندارد. حدیث شماره 391 از ابی عبدالله طارق بن عشیم رضی الله تعالی عنه مروری است که از رسول الله صلی الله علیه و سلم شنیدم که می فرمود: آن که بگوید لا اله الا الله و کافر شود، با آنچه جز خدا پرستش می شود، مال و خونش حرام می شود و حساب یعنی باطن او با خداست. حدیث شماره 392 از ابو معبد مقداد بن اسود رضی الله تعالی عنه روایت شده که گفت: برای رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتند: آگاه هم هرگاه با مرد کافر روبرو گردم و با هم بجنگیم و یکی از دستهایم را به شمشیر قطع کنم، سپس از ترسم به درخت پناه برده و بگویم به خدا اسلام آوردم، آیا او را بعد از این گفتش بکشم؟ فرمود: او را نکش. باز گفتم: یا رسول الله، او یک دستم را بریده و بعد از بریدن آن این سخن را گفتم. فرمود: او را مکش، زیرا اگر وی را به قتل رساند او مانند توست، قبل از آن که او را بکشی و تو مثل او هست، قبل از این که سخنی را که گفته است به زبان آورده باشد. حدیث شماره 393 از اسامه بن زید رضی الله تعالی عنها مرور است که گفت: رسول الله صلی الله علیه و سلم ما را به منطقه حرقه از قبیله جهنیه فرستاد و ما سفیددم مردم را در سرابهایشان یافتم و من مرد از انصار یکی از آنان را تعقیب کردم و چون به وی رسیدیم گفت لا اله الا الله. انصاری خود را از او باز داشت و من او را به نیزه زده کشتم و چون به مدینه رسیدم این خبر را پیغمبر صلی الله علیه و سلم رسیده و به من فرمود: آیا بعد از آن که لا اله الا الله گفت و ای را کشتی؟ گفتم: یا رسول الله، او پناه جوینده بود. باز فرمود: آیا او را بعد از آن که لا اله الا الله گفت کشتی؟ و این سخن را به اندازه تکرار فرمود که آرزو کردم کاش پیش از این روز مسلمان نشده بود. و در روایت آمده که باز رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود:
آیا لا اله الا الله گفت و او را کشتی؟ گفتم یا رسول الله، از بیم اسلحه این کلمه را گفت. فرمود آیا دلش را شق کردی تا بدانی از این سبب آن را گفته یا نه؟ و به اندازه این سخن را تکرار نمود که آرزو کردم کاش در آن روز اسلام می آوردم. حدیث شماره 394. از جندب بن عبدالله رضی الله تعالی عنه مرور است که رسول الله صلی الله علیه و سلم لشکر از مسلمین را به سوی قوم از مشرکین فرستاد و آنها با هم روبرو گشتند. در میان مشرکین مردی بود که چون خواست یکی از مسلمانان را بکشد بر او حمله ور شده او را به قتل می‌رساند و مرد از مسلمین وی را تعقیب نمود و ما با خود می گفتیم که او اسامه بن زید رضی الله تعالی عنه و چون شمشیر را بر او بلند کرد لا اله الا الله و وید و قتل رسانید. مژده رسان فتح خدمت آن حضرت صلی الله علیه و سلم رسید و آن حضرت صلی الله علیه و سلم از وی پرسش داشت و آن مرد نیز ایشان را از آن آگاه نمود تا اینکه موضوع آن مرد را یاد آن حضرت صلی الله علیه و سلم وی را خواسته و پرسید که چرا او را کشتی؟ وی گفت یا رسول الله صلی الله علیه و سلم، او دل مسلمین را دردمند ساخت و فلان و فلانی را کشت و چند نفر را برایش ماند و من هم بر وی حمله ور شدم و چون شمشیر را دید لا اله الا الله. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود آیا وی را کشتی؟ گفت آره. فرمود اگر لا اله الا الله در روز قیامت بیاید با وی چه خواهی کرد؟ و پیامبر صلی الله علیه و سلم بر این نمی افزود و تکرار می کرد که لا اله الا الله در روز قیامت بیاید با آن چه خواهی کرد؟ حدیث شماره 395. از عبدالله بن عتبه بن مسعود رضی الله تعالی عنه روایت شده که گفت از عمر بن الخطاب رضی الله تعالی عنه شنیدم عده از مردم در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم به وحی گرفته می شود و وحی اکنون قطع گردیده است و امروز ما و شما را به اعمال ظاهریتان مؤاخذه می کنیم. پس از آن که برای ما خیر را ظاهر سازد وی را امان دادم و به خود نزدیک نیست و ما را به باطن او کار نیست و خداوند او را در مورد نهانش محاسبه می کند. آن که برای ما بدی را ظاهر سازد او را امان نمی نیم و او را راستگو هم نمی شوند اگرچه بگوید که باطن او نیک است. خب دوستان، باب 49 کتاب ریاض صالحین همینجا به پایان می‌رسد. امید دارم از آیات و احادیثی که برای شما عزیزان بیان کردم در زندگی شبانه‌روزی خود آن را تطبیق و استفاده بدهید. اگر تا اکنون چینل ما را سابسکرایب نکرده اید پس لطفاً چینل ما را سابسکرایب، ویدیوهای ما را لایک و با دوستان خود شریک کنید. اگر هم نظری دارید لطفاً نظریات خود را در کامنت با ما در میان بگذارید تا بعد یکایک شما عزیزان را به عزت بی‌نیاز می‌سپارم. بدرود.